وایانا شکارچیان افسانه ای، اما شگفتی های کوچک طبیعت می تواند غیر قابل پیش بینی باشد. آنها حتی با راه رفتن روی لانه زنبورها به بازی خود ادامه می دهند. این صدای عجیب برای جلب توجه حیوانات تاج درختان است. حیواناتی که در بین برگ‌های درختان پنهان شده اند، مانند این بچه میمون. شکار آنها مانند ماهیگیری همیشه بخش مهمی از زندگی آنهاست، اما نه از روی لذت بلکه به دلیل ضرورت. وایانا جزء جدایی ناپذیر از محیطشان هستند. آنها آنچرا که نیاز دارند از این محیط میگیرند. اگر به یک میمون شلیک کنند و او در بالای درخت گیر کند، درخت را قطع میکنند. آنها به گرفتن زندگی بیهوده اعتقادی ندارند. بقای آنها به جنگل بستگی دارد. آنها می دانند چگونه با زمین خود زندگی کنند. آنها اولین ساکنان گویان فرانسه بودند و اکنون آخرین فرهنگی که در حال ناپدید شدن است. چندین میمون را شکار کردند، اما شکار آنها هنوز به پایان نرسیده است. با این حال نیمیسیکو و مردانش در جستجوی ایگوانا. آنها اسلحه دارند، اما هنوز از تیر و کمان استفاده می کنند. هنر سنتی که به سرعت و چابکی نیاز دارد. تقاضا برای این حیوانات زیاد است، اما صید آنها سخت. جانوران در همه جا هستند، اما دیدن آنها سخت است. این شکارچیان می دانند چگونه شکار را در متراکم ترین پوشش گیاهی انجام دهند. این مرد در برزیل به دنیا آمده است و هنگامی که 11 سال داشت والدینش به سواحل رودخانه مارونی نقل مکان کردند. والدینش به او یاد دادند که چگونه شکار کند
و چگونه حیوانات وحشی را ردیابی کند و چگونه میوه ها و گیاهان خوراکی را تشخیص دهد. آنها می دانند شکار کدام حیوان برای زمین ها زیان می رساند. به همین دلیل بعضی از حیوانات را شکار نمی کنند. آنها از زمانی که فهمیدند لانه های زنبور عسل برای خوردن خوب است از آن استفاده می کنند. میمیسیکو در بزرگترین دهکده وایانا در گویان فرانسه زندگی می کند. این دهکده از یک یا دو خانواده تشکیل شده که به نام بنیانگذار آن آندری قونی نامگذاری شده است. به تازگی رفتن به مدرسه برای کودکان این روستا اجباری است، اما آنها با لباس و پوشش خود به مدرسه می روند. در قبل آموزش شکار برای تک تک افراد مهم بود، اما امروزه بسیاری از بچه ها تماشا کردن تلویزیون را ترجیح می دهند یا برای یافتن شغل به شهر می روند و کسانی که می مانند اندکی امید برای بقای فرهنگ باقی می گذارند. وایانا صنعتگران بسیار خوبی هستند که یکی از قدیمی ترین اعضای دهکده برای خانه های بیلاقی مردمش سقف می سازد. کار او با سنت اجدادش انجام می شود. هر خانواده دارای یک قطع زمین است که با همسر و خانواده روی آن کار می کند. وایاناها اعتقاد دارند که کویولی انسان و زمین را آفریده است و او بر آن حکومت می کند و ماه و ستارگان توسط ارواح هیلگر زیرک اداره می شوند. در پایان روز میمیسیکو کنار آتش می نشیند و تیر می سازد. بخشی از این تیرها برای شکار استفاده می شوند و برخی برای خرید سوخت و نیازهای دیگر فروخته می شوند. این روسری ها با پرهای ماکائو ساخته می شوند که در مراسم وایانا و ماراکه پوشیده می شوند. برای مقاومت بدن و شجاعت آنها مورچه ها و زنبورها را روی بدن قرار می دهند تا در برابر درد مقاوم شوند. امروز صبح میمیسیکو همراه گروهی از مردان به شکار کیمن که چند روز طول می کشد روستا را ترک می کنند. آنها 4 کیلومتر در برابر جریان مقاوم رودخانه سفر می کنند. آنها برای یافتن کیمن مجبور شدند بیشتر در دل جنگل ها سفر کنند. 2 روز طول می کشد تا از طریق جریان ها و مسیرهای پرپیچ و خم به بالا برسند. سپس منتظر می مانند و شکار را آغاز می کنند. کیمن از نور چراغ قوه ها از ورود شکارچیان مطلع می شود.
میمیسیکو و مردانش نمیخواهند طعمه خود را بترسانند. باید صبور باشند. اسلحه یا تیر مورد استفاده با توجه به اندازه حیوان انتخاب می شود. بعد از شب اول بدن این حیوانات بریده شده و پخته می شود. آنها در این روز و شبها بی وقفه کار می کنند تا بتوانند شکار بیشتری به دست بیاورند و نیاز خود و خانواده خود را برطرف کنند. برخی از کیمنها را با تناب شکار می کنند. با حیوان باید با احتیاط رفتار شود چون هنوز زنده است و بسیار خطرناک. آرواره این حیوانات بسیار قدرتمند است. حیوان زنده گرفته می شود تا بتوان مدت طولانی تری از آن در روستا استفاده کرد. در سالهای اخیر برای شکار این حیوانات برنامه‌هایی تنظیم شده است، زیرا شکار بی‌رویه این حیوان خطر انقراض آن را زیاد می‌کند. اما شکار کردن مردم وایانا برای لذت بردن نیست، بیشتر برای بقاست. آنها آنچه را نیاز دارند از زمین می‌گیرند. آنها آخرین شکارچیان این منطقه هستند. این یک فرهنگ غنی است که باید حفظ شود.